شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. امروز هم با یک برنامه دیگر خدمت شما عزیزان رسیدم و یکی دیگر از تجربیاتم رو میخوام با شما در میون بذارم، از تجربیاتی که سبب شد که الحمدلله هدایت بشم. یکی از مواردی که متاسفانه در مذهب شیعه وجود داره و اون رو از خلوص و راه توحید خارج کرده، به سبب غلو کردن و تقدس سازی و مقدس کردن اولیا حتی آخوندها هست. و به طریق اولا اینطوری میتونم بهتون بگم که از ابتدا کسانی که این مذهب رو ساختن از این شیوه استفاده کردن، کسانی رو بزرگ کردن، کسانی رو کردن امام، امام الهی، بهش ولایت تکوینی دادن، ولایت تشریعی دادن و بعد خودشون رو منصوب کردن به اون امام ها. چون اونها ولایت تکوینی دارن به ما هم قدرتی دادن، اون چون اون ولایت تشریعی داره ما هم قدرت دخل و تصرف داریم، در ظل این مفهومی که ساخته اند تحت عنوان امام الهی، خودشون رو همانند اون امام الهی که مقدس کردن، خودشون رو هم مقدس کردن و میبینید که چه کرده اند و چه میکنن و متاسفانه چه خواهند کرد. خداوند متعال یک خط قرمزی در دینش قرار داده، نه در دین اسلام، در دینهای گذشته. و در قرآن ما گفته دینهای قبلی که به راه انحراف و از مسیر واقعی که حضرت عیسی، حضرت موسی و غیره دعوت کرده بودند دور شدن، عاملی به نام غلو کردن، تقدیس، مقدس سازی کردن، یک فردی رو بیش از آنی که هست بزرگ کردن. با هم دیگه سوره مبارکه مائده آیه 77 رو بشنویم و ببینیم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. در این آیه، در سوره مبارکه مائده آیه 77 خداوند متعال می‌فرماید یا اهل کتاب، ترجمه رو ببینیم، بگو ای اهل کتاب به ناحق در دین خود راه افراط و تفرید مپویید و از احوا و امیال گروهی که پیش از این گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست منحرف شدند پیروی منمایید. ببینید، در دین مسیحیت، در مورد حضرت عیسی و در مورد مادرشون حضرت مریم، کما که در قرآن اشاره شده، غلو کردن تا حدی که نسبت فرزند خدایی رو به حضرت عیسی دادند. و در دین حضرت موسی عزیر رو به همین گونه، و اون سیره و این اسلوب و این شیوه در دینشون جریان داشت تا اینکه بزرگانشون رو تقدیس میکردن. یهود بزرگانشون رو، علمایشون رو تقدیس میکردن، اونها حلال رو خدا رو حرام میکردن و حرام خدا رو هم حلال میکردن، اونها میپذیرفتن به واسطه اینکه اونها رو تقدیس و بزرگ میشمردن. بزرگ میشمردن یعنی اینکه از آنچه که بوده اند آنها رو بزرگتر میپنداشتن. خداوند متعال سبب انحراف اون ادیان رو برای ما بیان کرده و پیامبر ما هم
این خط قرمز رو در سنت و در گفتار و در رفتارش بیان کرده برای ما. پس این یک نتیجه‌ای که ما میتونیم از این بگیریم این هستش که اگر ما در مورد اشخاص، در افرادی که بزرگ هستند، اونها رو مقدسشون بکنیم، از راه اصلی خارج میشیم. و الان متاسفانه دین و مذهبش که اسمشو شیعه گذاشته اند مبتلا و بیمار به این بیماری هست، از کوچکترین جزئش تا بزرگترین اصول و قواعدش. و متاسفانه میبینید که چقدر الله و خدا در این دین دور از دسترس هست و کسان دیگری معمولاً جای خدا میشینن و اونها رو صدا میزنن. متاسفانه یکی از مسائلی که سبب میشه که ما از این راه دور بشیم و وارد حیطه غلو بشیم، نسبت هایی هستش که ما به دیگران میدیم. ببینید بعضی از نسبت ها رو میدیم، میگیم مرد خدا، مرد صالح. اشکالی نداره، در حد خودش مانعی نیست، اگر که همراه با اون بعداً بزرگ نمایی نشه مانعی نداره. مثلا بگیم فلانی مرد خداه، ازش توصیف میشه تحت عنوان نسبت تشریفیه. یعنی مثلا در قرآن آمده بیت الله، خونه خدای ما، خودمون میگیم، میگیم مسجد خانه خداست، مانعی نداره. یعنی در این حد انتسابات اشکالی نداره و اساساً خود خدا در قرآن کریمش در مواردی انتساباتی رو به از بندگانش به خودش داده و نسبت‌های داده. مثلا در مورد حضرت موسی گفته کلیم الله، در مورد حضرت ابراهیم گفته خلیل الله، دوست خدا، هم صحبت خدا. اما به دو شرط ما میتونیم بعضی از این نسبت‌ها رو به کار بریم. شرط اولی که سبب غلو و تقدیس و مقدس سازی و دم و دستگاه و دکون و اینها ایجاد نشه. این شرط اول که مخاطبین من، اونهایی که عزیزان بیننده که شیعه هستن، خوب این مفهوم شاید براشون جا بیفته که یعنی چی این امامزاده ساختن ها، این پارچه های سبز، این دم و دستگاه ها، اینها همون مظهر غلو هست، این استاد اخلاق، این نفسش فلانه، همه اینها همون تقدیس سازی، مقدس کردنایی که خدمتتون عرض کردم. از اون بالاتر مقدس سازی هایی که در مورد ائمه شده، اونها خودشونو بنده خدا میدونستن، هرچند که اونها از اولیاء خدا هستند، ولیکن اونها بنده الله بودن، به سبب بندگی و اطاعت از خدا به مقام اولیاء اللهی رسیدن. و خودشون هم وقتی که مراجعه میکنیم به حیاتشون، همیشه مخالفت کردن با این تقدیس سازی در موردشون، که انشاءالله در جلسات بعدی انشاءالله به اذن الله در مورد اینها بیشتر صحبت خواهم کرد. ببینید بعضی از صفت ها هستش که خداوند متعال مطلقا اونها رو نهی کرده. مثلا اگر کسی برای خداوند متعال خودش رو فرزند خدا بگیم، که انقدر این فرد صالح و پاکی هست، مثل بچه خدا میمونه. این در قرآن نهی شده، به صراحت در قرآن نهی شده. یا همون گونه که آخوندها در شیعه از اون به کار میبرن تحت عنوانی که به اهل بیت میگن آل الله، خونواده خدا، این در قرآن، در فرهنگ قرآن، در سنت پیامبر، اون چیزی که اصل دین هست روی این خط بطلان میکشه. اهل بیت مقام بسیار بالایی دارن، بسیار مقام بلند مرتبه‌ای دارن، اما نسبتی که خداوند متعال درش نهی کرده نمیتونیم به اونها نسبت بدیم. من یک آیه ای رو خدمت شما عزیزان ذکر می کنم. ببینید در این آیه شریفه خداوند متعال می فرماید متخذ صاحبتا ولا ولدا،
خداوند متعال به صراحت کامل هر گونه، اینکه یک فرد بگه که مصاحب خدا هستم، اهل خدا هستم، فرزند خدا، چه بسا که در قصه حضرت عیسی، عزیر و غیره این نسبت کاملا ازش نهی شده و وعده عذاب هم داده شده. ببینید انقدر سنگینه این نسبت فرزندی، مصاحبت با خدا، و از طرف دیگر ولد صاحبتن ولا ولدا. خدا متعال به طور کلی در این آیه و داستان حضرت عیسی این رو کاملا نهی ازش کرده، این نسبت دادن رو. و به طور عادی هم در سوره قل هو الله احد، سوره توحید، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، به طور کلی خدا هر گونه نسبتی ولو از باب نسبت تشریفیه، از باب شرافت بخشی، هر گونه نسبتی که رابطه اهلیت از با خدا، هم خانوادگی با خدا باشه، روش خط بطلان کشته. چرا؟ به خاطر اینکه باب شرک، باب انحراف، باب مقدس سازی رو باز میکنه، همان گونه که این بلایی که در دین یهود و مسیحی‌ها ایجاد شده. آخوندها دیدید که بالای منبر که میرن تعبیر میکنن از اهل بیت به آل الله. این تعبیر تعبیری است که سبب شرک میشه و تعبیری است که مورد نهی در قرآن شده. اما خب یک فردی این رو استفتا کرده از دفتر ناصر مکارم شیرازی که مرجع تقلید هست، ازش همین رو پرسیده، گفته که اهل بیت علیهم السلام همان آل الله هستند. در سوال، در این سوال که چرا به اهل بیت علیهم السلام آل الله میگویند، میگوید که جواب میدن که وقتی چیزی را به خدا نسبت میدهیم جهت شرافت و بزرگی جلوه دادن آن چیز است. مالک همه زمین ها و خانه ها خداوند است. وقتی به کعبه یا مسجد خانه خدا میگوییم جهت انتساب آن مکان به خدا و بیان بزرگی و عظمت آنجاست. تمام انسان ها بندگان خدایند. وقتی بنده ای را به خدا نسبت میدهیم در صدد بیان مقام آن انسان هستیم. هر چیزی که به خدا نسبت داده شود آن چیز بزرگ می شود، چون خداوند عالی مرتبه است، لذا منسوبان به ایشان هم بزرگ هستند. خب در این مطلب که نسبتی داده میشه دقیقاً موافق هستیم، یعنی اینکه یقیناً اینها اعتقاد ندارن که معاذ الله اهل بیت خانواده خدا هستن، همچین چیزی رو اعتقاد ندارن. اما در قرآن کریم این گونه نسبت دادن ها، این گونه اضافه شدن ها به لفظ الله مورد نهی واقع شده، به خاطر آیه مبارکی سوم سوره مبارکه جن و سوره توحید. پس ما موظف هستیم در چارچوب قرآن وارد بشیم، چرا که ما دینمون رو از قرآن و سنت داریم میگیریم. در این چارچوب باید وارد بشیم و باورها و اعتقاداتمون رو سعی بکنیم با میزان قرآن قرار بدیم، چرا که خداوند متعال قرآن رو فرقان نامیده، یعنی قرآن جدا کننده حق از باطل. باورها، اعتقادات از زمان نزولش تا آخر این دنیا قرآن فرقانه. عرضه بکنیم آیا آل الله به اهل بیت صحیحه یا صحیح نیست؟ وقتی که مراجعه به قرآن میکنیم میبینیم که این مطلب، مطلب صحیح و دقیقی نیست. و این یکی از چیزهایی بود که خود من وقتی بالای منبر میرفتم من نسبت میدادم به ائمه، به اهل بیت، به آل الله. بعد وقتی که مراجعه کردم به فرهنگ قرآنی، به قرآن و سنت، دیدم که این اصطلاح اصطلاح صحیحی نیست. هرچند که اعتقاد بر این نیستش که اونا خانواده خود هستن، ولی ما اگر در مراجعه به قرآن بکنیم، اول اینکه مخالف با فرهنگ قرآنی، مخالف با تعالیم قرآن و سنت است، و طرف دیگر هم سبب و بابی میشه که ما تقدس سازی بکنیم و سبب میشه که ما وارد حیطه شرک و دوری از توحید بشیم. خب این برنامه هم به پایان رسید و از خداوند متعال خواستار هستم که انشاءالله
مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شكرا هديت قلبي شكرا.